خیلی خوش آمدید. خانم کنعانی، از دیروز واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌های اجتماعی شاهد هستیم، در فضای عمومی جامعه ایران در ارتباط با خبر سقوط هلیکوپتر عامل رئیسی. بعد از انتشار خبر کشته شدن او هم این واکنش‌ها متناقض بوده. تحلیل شما رو بشنویم. درود بر شما. ببینید، در فضای سیاسی ایران با این حجم از فشاری که بر مردم جاری میشد، طبیعتاً شما میتونستید و میدیدید که میتونستید حدس بزنید و ببینید که در واقع فضا کاملاً دو قطبی هست. دوگانه جمهوری اسلامی مردم ایران یا جمهوری اسلامی ایران یک در واقع گفتمانی بود که مدت هاست، من فکر میکنم به صورت قاطعانه از سال 96 در فضای سیاسی ایران که جا افتاد، هیچ اون رو تونستیم حتی در فضاهای بین المللی هم به خصوص در سوشال مدیاهای غیر فارسی زبان هم ببینیم که مردم خیلی فعالانه سعی میکنن حتی برای سیاستمداران خارجی جا بندازن. طبیعتاً این واکنش های شادی قابل پیش بینی بود. از لحظه ای که این گزارش در واقع رد شد، احتمال دخالت کشورهای خارجی، احتمال دستکاری، حتی حذف داخلی بین ارکان قدرت در داخل ایران بین در واقع کاربران فضاهای مجازی مطرح بود و خب فیدبک ها یا عکس العمل هایی هم که از داخل ایران میگرفتیم تقویت میکرد این ایده رو که مردم طبیعتاً یک چنین چیزی فکر میکنن و حدس میزنن که این بیشتر یک نوع یا تصفیه حساب شخصی یا تصفیه حساب سیاسی بین‌المللی هست. حالا به هر دلیل متفاوت این بحث ها ادامه داره، اما یک مسئله خیلی مهم که شاید از توجه ها دور مونده واکنش رسانه های خارجی به این قضیه بوده. در آلمانی که من از اونجا در خدمت شما هستم، از صبح که من داشتم در واقع این مدیاها رو چک میکردم، حتی از روز گذشته، متاسفانه دیسکورسی که غالب هست آنچه که واقعیت جامعه الان ایرانه نیست. یعنی برخلاف اینکه من و شما احتمالاً به خوبی داریم رصد میکنیم که چطور فضا با شوخی و خنده و خوشحالی از مرگ جمهوری در واقع راد جمهوری اسلامی یک شخصی مثل رئیس جمهور ابراز شادمانی میکنند، برای مثال روزنامه دی ولت در آلمان به زبان آلمانی مقاله منتشر کرده و گفته که مردم ایران بسیار نگران در حال پیگیری اخبار مربوط به رئیس جمهورشون هستن. عکسی منتشر کرده از دعا کردن مردم در خیابان‌ها. طبیعتاً ما می‌دونیم که در هسته مرکزی کسانی هستن، شاید تعدادشون اندک باشه، در این بس شکی نیست، که خب وابستگی‌های حالا یا مالی یا رانتی به این سیستم دارن یا به هر دلیلی. اون عکس شده نماد مردم ایران، مردمی که من فکر می‌کنم هرگز در این چندین سال گذشته چنان فضای شاد اجتماعی رو حداقل در فضای مجازی ازشون ندیده بودیم، رو رسانه‌های خارجی دارن سعی می‌کنن غمگین نشون بدن. باید در اینجا دقت کنیم که حتی در مواردی که یک چیزی برای ما مسلماً واقعیت محض، ببینید چطور پروپاگاندای جمهوری اسلامی در یک فرصت بسیار کوتاه تونسته این رو از چنگ این حقیقت رو در واقع از چنگ رسانه‌های خارجی در بیاره. و چیزی که در واقع واکنش‌هایی که نشون میدن این هست که مردم ناراحتن. فکر می‌کنم این یک بحثی هست که شاید بد نباشه همکارانی که حالا به غیر از زبان‌های فارسی هم مطلب می‌نویسن بهش دقت کنن، که به این واقعیت اشاره کنن. این شکاف بین جامعه و مردم حتی در شنیدن خبر مرگشون هم بسیار عمیق قابل ملاحظه است. و خانم کیانی، تنها نگرانی مردم، حداقل آنچه که من در این مدت در این چند ساعت از هموطنانمون دریافت کردم، این بود که ما نتونستیم ایشون رو پای یک میز محاکمه عادلانه ببینیم و نتونستیم اونجوری که باید و شاید حساب خونهای ریخته شده از سال 67 که ایشون عضو هیئت مرگ بوده، اون قصاب تهران اسم گرفته، تا الان رو ازشون بگیریم. یعنی فکر میکنم جز این مسئله هیچ بحث ناراحت کننده ای در کشته شدن یا در مرگ رئیسی عبداللهیان و هیئت همراهشون در فضا، حداقل در اون فضای فارسی زبانی که ما داریم ملاحظه میکنیم یا فضای در واقع اقوام ایرانی، من مشاهده نکردم. و فکر کنید که مرگ رئیسی و تغییر رئیس جمهور و کلن این تحولاتی که این دو روز اتفاق افتاده، پیامدش در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم ایران چه خواهد بود؟ تقریبا صفر. یعنی هیچ تغییر محسوسی، در واقع تغییر محسوسی ما نخواهیم دید، برای اینکه خب رئیسی یک کارگزار، به قول دوستانی نوشته بودن یک کیفکش بیش نبود، در واقع یک تدارکاتچی، چیزی که خود محمد خاتمی زمانی ارائه کرد که نقش رئیس جمهور در این حکومت چیزی بیشتر از اون نیست. بنابراین الان هم همونطور که آمدن این حکومت، این دولت در سر در واقع این حکومت تغییری در معیشت مردم ایجاد نکرد، فقط به روال همیشگی جمهوری اسلامی در این 45 سال گذشته سراشیبی سقوط بود. ممکن بود دولت‌های سر کار اومده باشن که در ابتدا ثابت یا حالا رو به بالا حتی برای مدت بسیار محدودی شرایط زندگی مردم را نگه داشته باشن، اما همشون در انتها با یک سقوط
عجیب و غریب وضعیت معیشتی، وضعیت زندگی و حتی در واقع اون سیستم سیطری اجتماعی رو تحویل دولت بعدی دادن. بنابراین بود یا نبود یک شخصی مثل رئیس جمهور که حالا در سواد، درایت و داشتن فهم درستی از فضای سیاسی ایران، این فرد هم خب به هر حال شک و شبهه ها بسیار بود. تعمدن البته نمیتونیم ما اصلا این تصور رو بکنیم که بتونه فرق چندانی در فضای سیاسی اجتماعی ایران ایجاد کنه. مرگش هم همینطور برمری نمیتونه اصلا بود یا نبودش تغییر ایجاد کنه. منتها خب حالا این به هر حال یک نشانه بود برای جمهوری اسلامی که بهتر درک کنه در کجای تفکرات مردم علیه خود در واقع نسبت به خودش وجود داره. ایستاده سپاسگزارم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی و فعال حقوق زنان از فرانکفورت آلمان همراه ما. ممنونم.